چشمت صدا شما نیست بود در دل انقلابی مدافع حرم بود گفتی که ملت و ما بدلو تبدیل حاج قاسم شهید ما 2 سال است که از میان ما عروج کرده اما روح پرفتوح او در جای جای کشور عزیزمون ایران حس میشه در کنار یکایک مردم ایران حاج قاسم هیچ تعلق دنیایی نداشت تنها تعلق دنیایی حاج قاسم مردم ایران بودن حاج قاسم از این دنیا هیچی نمیخواست سبک پرواز کرد و همیشه بزرگترین دغدغه زندگیش این بود که مردم ایران با آرامش و با عزت زندگی کنن اون دشمنی که فکر میکرد اگر حاج قاسم رو به شهادت برسونه مسیر حاج قاسم خاموش میشه کلام حاج قاسم خاموش میشه تأثیر حاج قاسم خاموش میشه امروز با دیدن یکایک شما مردم عزیز ایران میفهمه که چه غلط بزرگی رو کرده میفهمه که تک تک شمایی که امروز به عشق حاج قاسم اینجا جمع شدین و برای او فریاد میزنین، گریه میکنین دلتون قصه داره همه شما یک قاسم سلیمانی تو این کشور هستین و حاج قاسم در کنار مردم ایران هنوز حاضره و ناظر و هیچ کس نمیتواند عشق حاج قاسم رو در دل مردم ایران سرد کند از بین ببرد با هر دروغ‌هایی که ببافن با هر توطئه ها و دسیسه هایی که بکنن مردم ایران سرباز خودشون رو میشناسن حاج قاسم حرف نزد عمل کرد و ما امروز شاهد دستاوردهای او هستیم گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهیدان سردار دلها شهید سلیمانی رو حاج قاسم نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک فرهنگ و به عنوان یک راه و به عنوان یک مکتب معرفی شد و این مکتب نه با ترور از بین می رود نه با موشک مکتب می ماند راه و مکتب حاج قاسم سلیمانی در امتداد مکتب امام خمینی و امام خامنه ای است می دونست امریکا را می دونست توان ظاهری امریکا را ساز و برگ نظامی امریکایی ها رو و یاران اونها رو با علم به همه اینها از عمق جان عقیده داشت امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند بهانه هایی مثل این که نمیشود مگر میتوانیم موانعی وجود دارد باید یه جوری سازش کرد در منطقه حاج قاسم نبود ایستادگی مقاومت دشمن شناسی و دشمن ستیزی در مکتب حاج قاسم بود او تخصص فتح سرزمین ها را داشت
سرزمین‌های غصب شده را، اما مهمتر از آنها تخصصی خداوند متعال در وجود او برای فتح دلها قرار داد. و فتح دلها مهمتر از فتح سرزمین. آستان قدس رضوی افتخار خادمی حضرت رضا علیه السلام رو داشتم، آمدن مشرف شدن به زیارت حضرت رضا علیه السلام، بندم به عنوان خادم خدمت ایشون رسیدم. فرمود که کاری نمیتونی بکنی برای شهدای فاطمیون، برای خانواده های مظلوم؟ گفتم به نام حضرت رضا علیه السلام یه فکری میکنم، یه 24 ساعت دیگه به شما تماس میگیرم. حضرت رضا علیه السلام حواله کرد، عنایت کرد، 60 70 تا از این خانواده ها از نابسامانی نجات پیدا کردن. هر جا میرفت دنبال مسئله مردم بود، مشکلات مردم، مشکلات خانواده شهدا، مشکلات گرفتارها. آدم فکر نمیکرد او روح بزرگ و بلندی که مسائل استراتژیست، مسائل مهمی که برای یک نفرمانده، نه کسی که دوگانگی ایجاد میکند بین میدان و دیپلماسی، یک دیپلمات مقتدر. حاج قاسم مرد میدان شد چون ظرفیت داشت. اگر کسی ظرفیت داشته باشه اینگونه، بعدم ظرفیت سازی کرد. در افغانستان جوانان افغانی رو برای دفاع از افغانستان و از منطقه، جوانان یمنی رو برای دفاع از یمن و منطقه، جوان عراقی و سوری رو، این ظرفیت ها رو شناخت، این گنج ها رو شناخت، گنجیاب بود، این گنج های پربها رو حاج قاسم شناخت، اینا رو به خط کرد، اوورد برای دفاع از دین، دفاع از منطقه. و این ظرفیت ها رو که به خط کرد، نتیجهش این شد، شد مرگ داعش و داعشی ها و پیروزی جبهه مقاومت در منطقه. شما دشمنان و امریکایی‌ها تصور کردید که امریکا تصور کرد که روز 13 دی‌ماه روز پایان حاج قاسم باشد. اما زهی خیال باطل، روز 13 دی‌ماه شد روز تولد دوباره حاج قاسم. حاج قاسم در 13 دی‌ماه متولد شد و عمر او ادامه خواهد یافت تا زمین زمین است و زمان زمان. سخنی دارم با امریکایی ها. آقای حاج قاسم سلیمانی مهمان رسمی نخست وزیر عراق بود. شما هم سیادت عراق را شکستید و هم یک ملت را ترور کردید، نه یک شخص را. باید متجاوز و قاتل و جنایتکار اصلی رئیس جمهور وقت امریکا محاکمه شود، باید قصاص شود، باید حکم خدا در مورد او جاری شود. اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند، فبها. اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم، دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.